و در ایران انتخاب یک نماینده مجلس برای عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات ایران با تنش همراه شده است. کمیسیون فرهنگی مجلس دو چهره نزدیک به اصولگرایان تندرو را معرفی کرده است. اما علی لاریجانی رئیس مجلس امروز خواستار تجدید نظر در این پیشنهاد شد و اکثریت نمایندگان نیز از خاص او حمایت کردند. در این میان نمایندگان عضو جبهه پایداری آقای لاریجانی را به دیکتاتوری متهم کردند. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد. ماده 4 به رأی گذاشته شد. اختلاف بر سر انتخاب یک نماینده مجلس برای عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات. علی لاریجانی رئیس مجلس از نمایندگان خواست برای انتخاب نمایندهشان در هیئت نظارت بر مطبوعات نظر بدهند. نمایندگان هم رأی دادند که کمیسیون فرهنگی به جای دو کاندیدا باید همه کسانی را که نامزد هستند معرفی کند. من این نظر را قبول میکنم و معتقدم کمیسیون فرهنگی کسی را محروم نکنه. اقدام رئیس مجلس برای گرفتن نظر نمایندگان با مخالفت برخی نمایندگان اصولگرای تندرو روبرو شد. جلسه در دفتر ریاست محترم مجلس تشکیل شد. مثل علیرضا زاکانی از نمایندگان مجلس که گفته رئیس مجلس اعمال دیکتاتوری میکند. لاریجانی هم جواب داده دیکتاتور کسی است که به رأی مجلس اعتنا نداشته باشد. اختلاف از زمانی شروع شد که مجلس تصمیم گرفت یک نفر را برای عضویت در هیئت نظارت بر مطبوعات انتخاب کند. کمیسیون فرهنگی مجلس باید نامزدها را معرفی میکرد، اما این کمیسیون تنها دو نماینده نزدیک به خود را به مجلس معرفی کرد، حمید رسایی و احمد نبویان، هر دو عضو جبهه پایداری از جناح‌های تندروی مجلس که به محمد تقی مصباح یزدی نزدیک است. اشکال وقتی به وجود آمد که این کمیسیون به دیگر نامزدها توجه نکرد. مثلا یکی علی مطهری که همکنون نماینده مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات است. در حالی کمیسیون فرهنگی تنها دو نمایندگی عضو جبهه پایداری را کاندیدا کرده بود که اکثریت اعضای این کمیسیون هم اعضای همین گروه هستند. این لیست نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس است. احمد سالک، بیژن نوباوه، لاله افتخاری و نصرالله پژمانفر، چهره‌هایی که نزدیک به جبهه پایداری هستند. اما آن سو اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات، یکی از قضات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، یکی از نمایندگان مجلس، یکی از استادان دانشگاه، یکی از مدیران مسئول، یکی از اساتید حوزه علمیه و یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی. انتخاب یک عضو نزدیک به دولت میتواند تعادل این هیئت را به سمت دولت پیش ببرد. هیئت نظارت بر مطبوعات دو وظیفه مهم دارد: صدور مجوز نشریات جدید و همچنین توقیف و برخورد با آنها. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.